سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. سلام دوستان خوبم، حالتون چطوره؟ هفته پیش شب تاسوعا بود، من لایو نذاشتم به احترام روزهای عزاداری و اینکه بعدش هم سفر بودم چند روز. خب دوستان سلام، مرسی عزیزم، معصومه عزیز. آره از سفر اومدم، ویزیت آنلاین هم داریم. آره یه سفر کاری بود و امتحان دوره‌ای که چندین ماه بود مشغولش بودم، شروع کرده بودم، خدا رو شکر قبول شدم، در خدمتتونم. خب دایرکتورم چک میکنم، خانم یا آقای آریان حتما. خب دوستان خیلی از شما پرسیدین، خب این دوره کاسمتیک گاینکولوژی در واقع چی هست که من گذروندم؟ یه رشته بسیار جدیدیه دوستان. من یک توضیحی بدم که امیدوارم نور و تصویر و صدا خوب باشه. مرسی فلور عزیزم، حتما آقای عباس شجاع بفرستین، با ویزیت های آنلاین در خدمتون هستم. دوستان یک رشته های جدیدی توی دنیا اومده. مرسی خانم قاضی‌زاده عزیزم، چقدر دلتنگتونم، امیدوارم نه برای مریضی ولی ببینمتون. مرسی عزیزم، خودتون همسر گلتون انشالله که خوب باشین. مرسی آقای ساله. یه رشته جدیدی تو دنیا هستش، کلا رشته جدیدی که به سمت این میره که سن عمر کلا افراد این کره خاکی ما زیاد میشه. حالا بگذاریم از اتفاقهایی که با ویروس و واکسن و همین اتفاق افتاد و در واقع کرونا یه مسائلی رو به وجود آورد، خب یه مقدار جامعه در واقع کمتر شد، ولی کلا سن افرادی که توی کره زمین زندگی میکنن هی داره بالاتر میره. تخمین زده شده در سال 2025، یعنی 3 سال دیگه، ما الان 2022 ایم درسته، در میشه 1404 1404 و 1405، یعنی 3 تا 4 سال دیگه، آمار خانم های یائسه به 1.1 میلیارد نفر در کل کره زمین برسه. خب شما تصور کنین یک ممیز یک بیلیون نفر خانم یائسه. اینا حتما برای اینکه کیفیت زندگیشون بهتر بشه، بلکه حس خوبی از خودشون داشته باشن، چقدر ما پزشکا باید تلاش کنیم. خب ببینین یه خانمی که یائسه میشه دچار بی اختیاری ادرار میشه، دچار خشکی واژن میشه، دچار مشکلات حالا آرتروز و زانو و اینا که به خاطر یائسگی به وجود میاد میشه، دچار دفورمیتی هایی که به خاطر افزایش سن ایجاد میشه در واقع میشه، مثل افتادگی پوست، افتادگی در واقع خیلی از جاهای، مرسی محبت عزیزم، خیلی جاهای دیگه بدن برای خانم ها این اتفاق میفته که کلن تغییر شکل میده. خب خانم هایی که قدیم مثل مادر بزرگای ما بودن وقتی به سن یائسگی میرسیدن چون که زود ازدواج میکردن، خب مثلا یه خانمی که یائسه میشد در بالای 3 تا مثلا در واقع بالای دهه پنجم ششم زندگیشون بود، یعنی بالای 60-70، مرسی آقای شیری، در بالای 60-70 سالگیش بود، اغلب یه مادر بزرگی بود که خب چند تا بچه داشت، نوه داشت و اینا، یعنی با هم مثل کلونی زندگی میکردن، دختراشون هم اغلب کارمند نبودن، بهشون میرسیدن، دختر عروس، عروسا پیشه مادر شوهرا بودن، در نتیجه اینا رو هندل میکردن. و وقتی یه خانمی مثلا در هم مثلا مادر بزرگای ما وقتی خانم 70-80 ساله میشد،
اینقدر دورو برای شلوغ بود، عروس و دختر و نوه و اینا. مرسی اصل سادات عزیزم، عشق جان خودتی، مرسی مرسی عزیزانم. چقدر دلم تنگ میشه وقتی که نیستم ایران. بعد این مادر بزرگا اگه مشکلی هم داشتن، در واقع اینقدر دورشون شلوغ بود که همه انجام میدادن دیگه. ولی الان چی؟ الان یه خانم 60 به بالا، 70 ساله، 70 تا 80، اغلب بچه هاشون خارجن دیگه، عروسا و دخترها اینقدر مشغله دارن بهشون نمیتونن برسن و اینا مجبورن روپای خودشون وایستن. من خیلی از مریضای خانمای 70 ساله اینا، خب بچه هاشون خارجن، تنها زندگی میکنن. خانم های بازنشسته هستن که باید کار کنن، بچه هاشون وقت نمی کنن بهشون برسن. در نتیجه کیفیت زندگی خانم یائسه در اهمیتش خیلی زیاده. همه کسایی که اینجا تشریف دارن خانومن، منم به عنوان پزشک خانم، مشکلات هورمونی رو میشناسیم. خب هورمون خانوما رو بالا پایین میکنه. خب همه آقایون هم که حالا توی پیجم میدونن وقتی یه خانمی پریود میشه، داره پریود میشه یا دوران پریود، خب ممکنه که اصلا حالت یه بالا پایینای هورمونی داشته باشه که عصبانی باشه، اصلا چه میدونم هورمون یه کاری میکنه میگه وای سر به تنه این نباشه. خب این ایمبالانس های هورمونی تو یائسگی هم خیلی زیاده و خیلی مسئله ایجاد میکنه. خب و مرسی سهیل عزیز. و این بالا پایین بودن هورمون ها، افتادن خب پایین اومدن استروژن، باعث چه تغییراتی میشه؟ همیشه من صحبت کردم، باعث ریزش ادرار، بی اختیاری ادرار، خشکی واژن، کاهش میل جنسی، عدم ارضای جنسی، یعنی همسر دلش میخواد سکس داشته باشه ولی عزیزم همسر دلش میخواد سکس داشته باشه ولی خانم پاسخگو نیست چون هورمون نداره، میل نداره. ولی خب خیلی از خانم ها چون سن ازدواج رفته بالا، خب تازه الان میخوان با همسرشون بچه ها رفتن یه مقدار حالت رومانس داشته باشن، ولی خب همسرشون میل جنسی داره ولی خانم نداره، یا خشک واژن اجازه نمیده، یا بی اختیاری ادرار اجازه نمیده. و همینطور تغییر شکلایی که توی واژن هست، شل بودن واژن، تیرگی های لبیا، شل شدن واژن، حس صدا از واژن، همه اینا باعث میشه که یه خانومه که یائسه هست در میانسالی دیگه از سکس دوری کنه، از رابطه دوری کنه. منزوی میشن خانم هایی که بی اختیاری ادرار دارن به خاطر شکل، به خاطر ریزش ادرار، و خیلی جاها نمیرن، نگرانن. همه اینها ببخشید، همه اینها قابل درمانه. چرا قدیما نبود؟ چون قدیما وقتی یه خانمی 70-80 سالش میشد دیگه میگفت عمرمو کردم، نوه هام دورم، من عروسم دورم، دخترها هستن دیگه، اصلا مهم نیست. خب چون دیگه سن مثلا از 18-19 سالگی ازدواج میکردن دیگه، نوه هاشون هم بزرگ شده. ولی الان فرق میکنه، الان یه خانم ما 60 بین 60-70 سال داریم، مدیرعامل، پزشک، وکیل، یک نقش مؤثری در جامعه داره. باید کیفیت زندگیش خوب بشه، باید کوالیتی خوب داشته باشه، باید حس خوب راجع به بدنش داشته باشه. و این کار همین کاسمتیک گاینکولوژیه که بهش میگن مامی میک اوور، یعنی یه خانمی که دیگه به سن 60-70 و اینا رسیده، خب یه سری افتادگی های پوست، یه سری در واقع افتادگی واژن، تیرگی لبیا، تغییر شکل پایین شکم، تغییر شکلی که بخواد خشکی واژن هست، اینا رو ما میایم برای اینکه حس بهتری و کیفیت زندگی بهتری بیمار داشته باشه ترمیم میکنیم. دوستان اینقدر این رشته جالب بود، حتی کلی دارو داره که برای اینکه آنتی ایجینگ کار کنن، یعنی الان توی آمریکا یا کشورهای دیگه برای اینکه سن بیولوژیک پایین بمونه، سن شناسنامه‌ای که خب همیشه ممنونم امید عزیز. خب خب خانومی که احساس خستگی و بیحالی می‌کنه باید بررسی شه آقای محمد رضا. خب
ببینید اینقدر داروهای جدیدی من یاد گرفتم تو این دوره، اینقدر داروهایی که بس میشه سن بیولوژیک بیاد پایین، یعنی سن شناسنامه مثلا همین استادمون میگفت سن 62 سالش بود ولی سن بیولوژیکش به خاطر اینکه این علمو بلده و تنظیم میکنه خورد و خوراکش و داروهایی که میخوره سن بیولوژیکش 45 سالش بود و یعنی این بالانس رو میشه ایجاد کرد که سن بیولوژیکی 10-20 سال در واقع. ممنونم آقای موین، سن بیولوژیکی رو پایین میشه آورد و این داروها رو ما یاد گرفتیم، روشهایی که حس بهتر ببینه. و چقدر مرسی سونیای عزیزم، و چقدر علم آنتی ایجینگ پیشرفت کرده و من خیلی خوشحالم که من هر چیزی، مرسی زهرای عزیزم، هر چیز جدیدی، شما میدونید من هی تو کنفرانس ها میرم، همیشه سعی میکنم آخرین علمو داشته باشم برای مریضای عزیزم و در واقع ارائه بدم جدیدترین درمان هایی که موجوده و تشخیص هام درست باشه. و خدا رو شکر میکنم، واقعا عاشقانه خدا رو شکر میکنم که این فرصت ها رو به من میده، این امکانات رو به من میده که بتونم برم این دوره ها رو ببینم، علمم تکمیل تر شه که در خدمت شما عزیزانم باشم. خب خیلی مهمه که یه پزشک عزیزم مهراه اگه اشتباه نگم، آره تو ایران برعکسه. آره خب دوستان ببینین، من خدمات جدیدی رو دارم برای کسایی که به خاطر سن بالا و به خاطر یائسگی، چه قبلش چه بعدش، دچار یه سری تغییرات هورمونی، خشکی، مرسی آریان عزیزم، بیحالی و چیزهای دیگه هستن، یه سری درمان هایی هست، ترکیبی از دستگاه های لیزر و مگنت و نمیدونم شاک ویو تراپی، چقدر جایگاه برای خانم ها باز کرده، چقدر جایگاه برای درمان های پروستاتیت و اینا در واقع باز کرده، و تزریق هایی که با پلاسما انجام میشه و چقدر پی آر پی داره گسترش پیدا میکنه، استمسل ها چقدر سلول های بنیادی جای یکی از کسایی که همیشه تو لایوهای من راجب سلول های آقای پویا راجب سلول های بنیادی میپرسه، خالی فکر کنم نیستش الان، که همیشه میپرسه استمسل ها خیلی پیشرفت کرده، استفاده از یه سری روش های جدیدی که من تو، مرسی خانم قوی دل عزیزم، مرسی عزیزم بانوی خوب، تمام اینا رو من قرار استفاده کنم، استفاده از یه سری، حالا نمیگم پشت لایف سورپرایزه، یه سری روش های جراحی های جدیدی برای بی اختیاری ادرار، روش های کاملا غیر جراحی در واقع، تزریق های خاصی توی واژن و اطراف مجرا بسیار جدیده اینا که در خدمتون هستیم برای بهبود کامل مریضان. من عاشقانه کارم رو دوست دارم، عاشقانه ایران بودن رو دوست دارم، عاشقانه میدونین که انتخاب خودم ایران باشم، عاشقانه مریضام رو دوست دارم، در خدمتتون هستم با تمامی امکانات و علم مدرن و تکنولوژی های جدید. اگر سوالی هست من شنبه ها، مرسی آقای بازگشت، ایشالله بتونم شنبه ها همیشه ایشالله لایف خواهم داشت که بتونم جواب بدم و سوال ها رو جواب بدم، مریض ها رو ببینم، ویزیت های آنلاین که خیلی سوال پرسیدیم، من از همه تون شرمندم، هفته پیش خودم واقعا امتحان داشتم، خیلی امتحان سختی بود، مشغول بودم و خانم مریم جوابتو میدم و اینکه فردا همه ویزیت های آنلاین رو ایشالله برسم، تعداد خیلی زیاده ولی ایشالله بتونم جواب بدم. حالا سوالای شما، سوالی داریم بپرسیم. خب 21 ساله هیچ مشکلی نداری، مثانت عصبی شده. ببین تشخیص مثانه عصبی خانم مریم به این آسونی نیستا، حتما باید ببینم که مشکل چیه، اگه میتونی حضورم بیا،
اگه نه ویزیت آنلاین. مرسی خانم دیوان بیگی عزیزم. خب ظاهرا سوال خاصی نیستش. ممنونم، دلم برای همتون تنگ شده بود. یکی از مسائلی که خیلی دوست دارم بگم اینه که روش‌های زیبایی، نه زیبایی، زیبایی ترمیمی، یعنی ترمیمی در جهت بهبود ظاهر، زیبایی نیست، روش‌های فانکشنالی که من انجام میدم، روش‌های بهبودی در بهبودی ظاهری، در به منظور بهبودی بیماری و در واقع فانکشنال اینجوری بگم، برای آقایون هم خیلی لازمه. چرا که نه؟ مگه خانم ها فقط یا اسم میشن بر حس خوبی داشته باشن؟ آقایون هم همینطور. خب مرسی آقای حسن، مرسی آقای امید، خیلی وقته که مرسی آقای معین عزیزم. فیستول کودکی فاطمه، منظور چیه؟ فیستول مثانه، فیستول کودکی چیه؟ نمیدونم منظورتون چیه. برای آقایونم که آقایون نوشته بودن چرا زیبایی خانم ها بس ما آقایون چی؟ آره این حالا اسمش خانم کاسمتیک گاینکولوژیه، ولی استفاده از دستگاه ها، استفاده از دستگاه هایی که باعث بهتر شدن تونیسیته پوست میشه، خب یا تیرگی نه عزیزم، لبیوپلاستی با لیزر اصلا دردناک نیست و سرپایی انجام میشه. آقایونی که خب تیرگی دارن به خاطر افزایش سن چروک قسمت در واقع کیسه بیضه ها رو دارن، یا به خاطر اصلا یه سری مسائل آناتومی، حس ناخوشایندی از خودشون دارن، برای بهبود ظاهری قسمت های خصوصی شد دستگاه هایی که هست کاملا برای خانم آقاست دیگه، تعریفی نشده حتما برای خانم ها باشه، لیزر، شاک ویو، درمان های پی آر پی برای آقایون هم هست. چرا که نه، وقتی یک فردی حس خوبی از خودش و بدنش نداره، حالا به سمت مرضی نباشه، چون بعضی واقعا حس خوب ندارن ولی خوبن، ولی حس خوب نداره، هی میرن جراحی میکنن، مثلا بینیشون رو چند بار جراحی میکنن، خودش بیماریه، ما بهش میگیم دیسمورفیک سیندروم داره، که یعنی حس خوبی از خودش نداره و هی باید بره جراحی کنه. ولی آقایون، آقای دربار، آقایونی هم که حس رضایت از اندامشون ندارن، خب دستگاه هایی که وجود داره توی تعریف شده توی این قسمت و تو مرکز ما هم هست برای خانم ها و آقایون، جفتش میتونن استفاده بکنن. پس به فکر آقایون هم هستن کمپانیات که اعتراض میکنن چرا فقط خانم ها. مرسی عزیزم فاطمه جان. فقط بنویس منظورت از فیستول کودکی چیه. ادورا بیوتی عزیزم باید ویزیت بشین و خب مشخص اپراتورهای لیزر میگم بهتون. خانم مریم از لرستان عزیزم، ویزیت های آنلاین توی بایو نوشته شده، خب که تماس بگیریم ویزیت آنلاین با تمام کشورهای دنیا و شهرهای دور و همه رو ویزیت آنلاین انجام میدن. خب دوستتون دارم عزیزانم، با روش های جدید و مدرن برای بهبود ظاهری اندام تناسلی خانم های یائسه و بهبود کیفیت زندگیشون از نظر کنترل ادرارشون، از نظر وضعیت جنسیشون، تمایلات جنسیشون در خدمتتون هستیم. با تمام روش‌های مدرن، با تمام قوا هستم در خدمتتون عزیزانم. دوستتون دارم، دلم هم براتون تنگ شده بود. خوب باشین و شبتون بخیر.